سلام، خوش اومدین به 20مین شماره از سرخابی ترانسفر. امروز شنبه 28 خرداد ماه، آخرین اخبار نقل و انتقالات 24 ساعت گذشته فوتبال ایران و داغ‌ترین خبرهای این بازار رو مرور می‌کنیم. حمله سپاهان به اردوگاه آبی، 1+2 استقلالی طلایی پوش می‌شوند. یکی از بازیکنان استقلال که با پایان قراردادش به عنوان بازیکن آزاد مورد توجه چند باشگاه قرار گرفته، روزبه چشمی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایرانه. چشمی که تجربه حضور در جام جهانی روسیه را هم در کارنامه داره، اکنون به غیر از باشگاه تراکتور با پیشنهاد باشگاه سپاهان هم مواجه شده و طرفین در این رابطه به مذاکره ادامه میدن. ظاهراً پیشنهادی که سپاهان به چشمی داده بسیار وسوسه انگیز بوده و استقلال باید برای حفظ مدافع خود مبلغ بالاتری را از رقیب اصفهانی در نظر بگیره. یکی دیگه از مدافعان استقلال که در رادار سپاهان قرار گرفته عارف غلامی است. طلایی پوشان بعد از روند مثبت مذاکرات بین گبلسیانی و پرسپولیس حالا به دنبال جذب یک مدافع کم اشتباه و ملی پوش هستند و برای این هدف روی غلامی متمرکز شدند. با این حال مدافع 25 ساله آبی‌ها به طور همزمان با پیشنهادی از لیگ پرتغال مواجه شده که در حال بررسی اونه. گئورگی گبلسیانی به پرسپولیس پیوست. چندی پیش رسانه‌های مختلف از مذاکرات مثبت گئورگی گبلسیانی، مدافع 31 ساله گرجستانی فصل قبل سپاهان با باشگاه پرسپولیس خبر دادند و امروز طرفداری مدعی شد که این چهره با سرخپوشان به توافق نهایی رسیده و طرفین قرارداد رو هم امضا کردند. طلایی پوشان در آستانه هایجک گزینه مورد نظر استقلال. علی کریمی، ستاره سابق استقلال که جزو گزینه‌های جدی نقل و انتقالاتی این باشگاه محسوب میشه، با پیشنهادی از سپاهان مواجه شده و از این رو احتمال داره در سال جام جهانی به عضویت تیم شهر زادگاهش در بیاد. گفتنی سپاهان که چند ستاره خود را از دست داده، به دنبال شروع فعالیت جدی در نقل و انتقالات و در همین راستا روی چند گزینه استقلالی از جمله علی کریمی دست گذاشته. یک تیم یونانی به دنبال جذب دروازه‌بان استقلال. سید حسین حسینی، بهترین دروازه‌بان لیگ 21 که 18 بار موفق به ثبت کلین شیت شد، ممکنه در فصل آینده در جمع آبی پوشان حضور نداشته باشه. این بازیکن بندی در قراردادش داره که در صورت دریافت پیشنهاد خارجی میتونه از استقلال جدا بشه. بر همین اساس حسینی از طریق یک مدیر برنامه فعال پیشنهادی از لیگ یونان دریافت کرده و مذاکرات اون با تیم یونانی در مراحل اولیه قرار داره. پاسخ رد هافبک پرسپولیسی به درخواست بوریرام تایلند. رضا اسدی، هافبک دفاعی فصل گذشته پرسپولیس، با ذهنیت حضوری قدرتمند در لیگ برتر ایران و بالا بردن شانس حضورش در تیم ملی، فعلا ترجیح داده به پیشنهاد باشگاه بوریرام تایلند پاسخ منفی بده. چهره‌ای که از استقلال، گلگهر سیرجان، فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان به عنوان مقصدهای احتمالیش برای فصل آتی یاد میشه. پیشنهاد باشگاه ترکیه‌ای به انصاری فرد. رسانه اسپورتس دی ان ای یونان گزارش داده که کریم انصاری فرد، مهاجم 32 ساله باشگاه آئکه که در فصل قبل تنها 6 گل به ثمر رسوند، مورد توجه باشگاه سامسون اسپور ترکیه قرار گرفته. پیشتر رسانه‌های ترکیه‌ای از ابراز تمایل سامسون اسپور به کاسیانو، مهاجم برزیلی مد نظر پرسپولیس نوشته بودند. تیم سامسون اسپور در لیگ یک ترکیه سطح دوم مسابقات این کشور قرار داره و فصل گذشته با کسب رتبه هفتم از صعود به مرحله پلی آف صعود به سوپر لیگ باز موند. پهلوان پرسپولیسی ها رفتنی شد. احسان پهلوان در جریان مذاکرات با پرسپولیس در راستای تمدید قرارداد مدعی شد که یک تیم صنعتی حاضر به پرداخت 19 میلیارد تومان به اوست. این در شرایطیه که سرخپوشان تهرانی برای ماندگاری اون رقمی کمتر از 9 میلیارد تومان پیشنهاد دادند. این اختلاف موجب شده تا پهلوان به پیشنهاد سپاهان و فولاد خوزستان جدی‌تر فکر کنه. تمایل شباب الاهلی به انتقال قرضی قایدی. روزنامه البیان امارات درباره آخرین وضعیت تیم فوتبال شباب الاهلی و بازیکنان این تیم نوشت: مدیران این باشگاه برای تصمیم گیری در خصوص برنامه فصل آینده تیم و نقل و انتقالات بازیکنان منتظر سفر سرمربی پرتغالی خود یعنی لئوناردو ژاردین به امارات هستند.
همچنین باشگاه تمایل داره مهدی قایدی و توماس اولسن رو به تیم دیگه‌ای قرض بده. اما تصمیم نهایی درباره احمد نوراللهی و عزیف گانیف گرفته نشد. مربی بدنساز اسپانیایی به کادر فنی پرسپولیس پیوست. خوزه آگوستو لوسادا بنیتز ملقب به پپه لوسادا که فارغ التحصیل دوره بدنسازی از دانشگاه مادرید با عقد قرارداد برای یک فصل به کادر فنی سرخپوشان ایران ملحق شد. اون پیش از این با باشگاه‌های نساجی قائمشهر و گلگهر سیرجان همکاری داشته و پرسپولیس سومین تجربه کاری اون در فوتبال ایران به حساب میاد.